مهمان خانه شما بزرگواران هستیم. بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها از دریچه و پنجره تلویزیون پارس در روز سه‌شنبه 17 مهر ماه برابر با 8 روز از ماه اکتبر. خب طبق روال گذشته روزهای سه‌شنبه اختصاص داشت به مباحث پیرامون زندگانی علی ابن ابی طالب و به مسئله جنگ صفین رسیدیم. اما یک پرانتزی کوچکی میخوام باز بکنم و در مورد مسئله جنگ صحبت کنم. یعنی چه در دوران علی ابن ابی طالب که این مسائل مطرح بوده و چه آنچه که امروز مطرحه. این جنگ به عنوان مخربترین پدیده انسانی چیست؟ به نظر نزد همه ما بدیهی میاد مسائل مربوط به جنگ. از کودکی همیشه یاد گرفتیم بازی کنیم با شمشیرها، با اسلحه ها. فیلم های متعددی دیدیم، برنامه های متعددی دیدیم، قهرمانان زیادی داریم. اما این جنگ چیست؟ من امروز در مورد جنگ سخن خواهم گفت و شاید یکی دو برنامه به این مسئله اختصاص بدیم که بی مناسبت هم نیست با جنگ هایی که جنگ های ایدئولوژیک هستند. یعنی برای شناخت مسئله جنگ که یک پدیده ای است در همه جوامع شایع بوده، از انسان‌های اولیه بگیرید که بنابر علل خاص خودشون دست به جنگ زدن تا انسان‌های مدرن و متمدن امروزی، و بعیده که بشه جلوی جنگ رو هم گرفت، چون عللی که برخواهیم شمرد و بررسی خواهیم کرد حداقل تا سال‌های بسیار زیادی وجود خواهد داشت. بنابراین مسئله جنگ مسئله بسیار مهمی است. اتفاقا هم خیلی کم بهش پرداخته شده. کتاب‌های کمی در مورد مسائل جنگ وجود داره. هرچند اگر نگاه بکنید در کتب تاریخی شرح وقایع جنگ ها آمده. پهلوانان، سپهسالاران، عمرا، سربازانی که رشادت کردند، فیلم های زیادی ساخته شده، گزارشاتی که مورخان در مورد اونها داده، یا بعضن کسانی که سعی کردند فنون جنگ رو به کتابت در بیارن، از سانتزو بگیری تا افرادی مثل مکیاولی که کتاب هنر جنگ داره تا کلازویتس و دیگران، همه اینا سعی کردند تجربیات خودشون رو از مسائل مربوط به جنگ و امور نظامی نگارش. کم نداریم خاطرات افراد مختلفی رو که در جنگ جهانی دوم هم یا در سپاهیان متفقین بودن یا در ارتش متفقین و متحدین که سعی کردن این مطالب رو بنویسن. اما پدیده جنگ چیست؟ شما برای اینکه یک پدیده ای رو دفع کنید به عنوان یک آفت، به عنوان یک خطر، نیاز هست اون رو بشناسید. نیاز هست بشناسید این پدیده چطور شکل میگیره، چطور رشد میکنه، چطور توجیه میشه، چطور موجه میشه. جنگ پدیده ایست که انسان ها برای اون خودشون رو در معرض مرگ قرار میده، دیگران رو میکشن، بسیاری از ارزش ها دگرگون میشه. یعنی شما ممکنه اقتصاددانانی رو داشته باشید که به شدت به مسئله اسراف و تبذیر و مخارج بی جهت دولت حساسن، اما وقتی پای جنگ وسط میاد اونو توجیه کنه. شما پزشکانی رو دارید که با مرگ انسان‌ها روبرو هستند، اون رو بد میدونن، اما از اینکه بمبی بر سر دیگران بیفته ناراحت نمیشن، اون رو توجیه میکنن. شما فعالان حقوق بشر میبینید، حتی امروز هم هست، این عناوین رو دارن به اصطلاح بگیم، اما از جنگ دفاع میکنن. دفاع هم نکنن سکوت میکنن. چه چیزی سبب میشه که در زمان جنگ این ارزش ها وارونه بشه؟ انسان هایی که تا دیروز مدعی انسانیت و حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و انواع و اقسام این عناوین و اوصاف پرتمطراق هستن، ناگهان روششون تغییر میکنه. فضا چیست؟ اون چه فضایی است که کودکی که باید به مدرسه بره اشتیاق این رو به دست میاره که برای امام امت بره در جبهه جنگ بجنگه، بدون اینکه اصلا بفهمی جنگ چیه، برای چی داره میجنگه،
شما در جنگ 8 ساله ایران و عراق کودکانی رو دیدید که به عنوان کودک سرباز بودن و عراق هم می آورد در رسانه ها تصاویر اونها رو نشان می داد. کودکی که الان باید تو مدرسهش باشه، در کنار پدر و مادرش باشه. چه چیزی سبب میشه که اون کودک مجاب بشه ارزش هایی رو که در درون یک جامعه باید رعایت بکنه ناگهان دگرگون بشه، بره بر روی مین، بره کشته بشه؟ چگونه یک انسانی به عنوان رهبر یک جامعه خودش رو در جایگاهی قرار میده که جان هزاران نفر رو به بازی بگیره؟ در فضای جنگ بررسی یک چون مسائلی خیلی دشواره. خود همین موضوع هم از مسئله مهمی است. یعنی در زمان جنگ چه فضایی برای یک کشور حاکمه که کسی توانایی انتقاد نداره، توانایی این رو نداره که برگرده و بگه یه بازنگری بکنیم ببینیم آیا این جنگ به نفع ماست؟ هیچ کس نمیتونه گزارشاتی بده بر علیه فرماندهان جنگ. حتی بحث پایان جنگ رو هم به راحتی نمیشه عنوان کرد. این چه فضایی است که در حالت عادی وجود نداره اما در حالت جنگ وجود داره؟ پس بحث جنگ یکی از مهمترین مباحثه. شبیه به یک اتاقی است که وقتی وارد اون میشید همه ی فضا دگرگونه، ارزش ها مختلفن، ویژگی ها متفاوتن، انسان هایی در اونجا قهرمانن که اصلا وقتی اونها رو در حالت عادی نگاه میکنیم بینید جانیانی بودن. شما جنرال های آلمان نازی رو در نظر بگیریم، اینا قهرمانان جنگ بودن در اون زمان. اما وقتی به کارنامه اونها نگاه میکنیم ببینید اینها جز ریختن خون سربازان یا گروه های دیگری که رقیبشون بوده کار دیگری نکردن. مثلا قهرمان شدن یک نظامی زمانی است که خون میریزه یا عده‌ای رو مجاب میکنه که کشته بشه. اگر کارنامه او رو در غیر فضای جنگی نگاه بکنید به او چه نمره‌ای میدید؟ چه ارزش داوری در مورد او میکنه؟ چه چیزی سبب میشه که ما نتونیم اون شخص رو به دقیق با زیر مجموعه قرار دادن عوامل و رفتارهاش نگاه بکنیم؟ در مورد جنگ خیلی صحبت شده اما نه به شکل علمی، نه به شکل دقیقش. از گذشته خاطراتی مانده، پیروزی هایی در جنگ ها، فیلم هایی که ساختن کم هم نیستن. شما دیدید در همین هالیوود فیلم های 300 بر علیه یک جنگی ساخته میشه، ملتی مثل ایران رو در اون تصاویر به شکل خاصی نشان میدن، یونانیان رو به عنوان کسانی که داره ویژگی های برجسته هستن نشان میدن. در امپراتوری روم هم همین بود، در ایران هم همین. تاریخ نگاری جنگ یک تاریخ نگاری بسیار بسیار غبارآلوده، بسیار مهالوده، تاریکه. داوری کردن در اون زمان بسیار اهمیت داره. حتی بعدها وقتی میخوایم بشین داوری بکنیم، اصلا بقایای پر اهمیت و مهم که سرنوشت بشر رو تغییر داده اینطوری هست. انقلاب ها هم همین وضعیت داره، چون این پدیده ها ساده نیستن، یک علتی یا تک علتی نیستن، بسیاری از عوامل دخیلن. شما امروز به جنگ ایران و عراق نگاه بکنید، آیا تحریکات و تحرکات خمینی سبب شد که صدام وارد ایران بشه؟ آیا از بین رفتن سران ارتش و از بین رفتن اون وضعیت سبب شد که صدام تحریک به جنگ بشه؟ یا نه، قرارداد الجزایر سبب شد که صدام وارد فضای جنگ بشه؟ زد و خوردهای مرزی زمان رژیم پهلوی با صدام سبب شد که وارد جنگ بشه؟ انداختن بوم مثلا در دانشگاه المستنصریه بغداد سبب شد که بر علیه طارق عزیز بود سبب شد؟ کدومی کیه؟ یعنی در مورد یک پدیده به سادگی نمیشه قضاوت. اگر به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم میگه صدام مقصره، اگر به صدام نگاه بکنیم میگه جمهوری اسلامی مقصره، اگر به دیگران نگاه بکنی هر کدوم علت و عواملی رو برمیکشن. بسیار مهمه
که وقتی شما در درون جمهوری اسلامی می نشینی، در اون زمان ها بود دیگه، وقتی اخباری می گفت که نبرد حق علیه باطل، چون شما فقط یک رسانه مثل رسانه جمهوری اسلامی رو می شنوی، احساس می کنید که شما در جبهه حقی، اونا باطلن، اونها مسبب جنگن، ما که نیستیم. امروز هم همین داستان، کی مقصره در این زد و خورد هایی که در خاورمیانه داره رخ میده؟ کی مقصره؟ آیا یک علت مقصره؟ و به همین دلیلی که در فضای رسانه ای ما هم جناح بندی ها صورت گرفته. تعبیر زیبایی سای گابریل تارد، ما موقع در زمان جمهوری شناسی اینا رو میخواندیم در بحث جامعه شناسی جنایی، آقای گابریل تارت نکته جالبی میگه، میگه جنگ یا اصلا خشونت فضا رو به سمتی میبره که دیگه فقط دعوا بر سر موضوع نیست، به همه چیز کشیده میشه. یعنی اگر من و شما دعوای مرزی داریم، فقط نمیخوایم بشینیم این دعوای مرزی رو بررسی کنیم، میخوایم نشان بدم که شما اصلا تاریخاً متجاوزی، بنابراین ادبیات شما، منطق شما، اخلاق شما، دیدید وقتی فیلم میسازن جوری میسازن که شما مثلا در مورد جنگ ایران و یونان در گذشته فقط نگاه نمی کنی که حالا مثلا ممکنه دو نفری بر سر یک موضوع خاصی جنگیدن، میگه نه، میگه ایسا ایرانی ها بیفرهنگن، این ظاهرشونه، این شمایلشونه، دیدی توی فیلم های هالیوودی میسازن که مخاطب تحت تاثیر قرار بگیره. اینجاست که اهمیت داره علم جنگ، پولمولوژی. از زمانی که فرادی مثل گاستون بوتول و دیگران مسئله پولمولوژی رو بحث کردن، یعنی علم جنگ، ما نیازمند این هستیم که یک نگاه دقیق تری داشته باشیم. یک پژوهشگر، یک محقق باید بیرون کاروان بیسته و نگاه بکنه که این جنگ علتش چیست. وقتی اون رو بشناسه میدونه که هر کدام از این علت ها رو ضعیف کنه یا از بین ببره، ممکن از وقوع جنگ خودداری کنه. من وقتی بدانم علت بیماری من چه بوده، بار دوم مرتکبش نمیشم، خودم رو محافظت میکنم. اگر 10 علت سبب شده که من بیمار بشم، وقتی 5 تاشو بشناسم و برطرف کنم، 5 علت فقط میتونه منو بیمار بکنه، 5 علت دیگه رو شناختم، جلوشو گرفتم. جنگ هم یک چنین پدیده ایست. جنگ موافقی نداره، جنگ مخالفی نداره، جنگ منتفعانی داره، جنگ متضرری نداره. یعنی اگر شما امروز در رسانه ها بشینید که از جنگ دفاع میکنه، به دلیل انتفاعی که میبره، حالا باورشه، عقیدهشه، سیاستشه، منافع مادیشه، منافع اجتماعیشه، منافع ملیشه، و کسی که از جنگ انتقاد میکنه ممکنه چون در طرف مغلوب جنگه، ممکنه کسی است که نمیخواد مسئولیت رو به گردن بگیره. اما ما باید بیرون جریان بیستیم. ما در برنامه بازشناسی باورها هدفمون همینه، بیرون وقایع بیستیم، به این وقایع نگاه بکنیم، وقایعی که دارای بالاترین درجه اهمیت هست. پدیده جنگ مهمترینه. پس در بحث پولمولوژی، بحث ما بر سر اینه که علل جنگ چیست، اشکال جنگ چگونن، این جنگ ها با چه شکلی شکل بودن، جنگ بیرونی هن، جنگ داخلی هن، شورش ها هستن، با چه ابزار و ادواتی هن، از چه مبانی استفاده میکنن، نتایج جنگ ها چیست. شما حتی امروز نگاه بکنید، یه عده معتقدن که اگر اسرائیل به جمهوری اسلامی بمب بزنه به نفع ماست، یه عده معتقدن نخیر، به ضرر ماست. اما چه دلایلی اقامه میکنن براش؟ عده معتقدن امریکا جنگ طلب است، یه عده میگن نه، جنگ طلبی امریکا به نفع جهان. هر کدوم دلایلی میارن. طبیعتاً بررسی همه این دلایل برای ما مقدور نیست. به همین دلیل که کتاب های متعددی در این زمینه نوشته شده. اما میخوام فقط عرض کنم بحث پولمولوژی بحثی است که جنگ رو به مسابقه یک علم میبینه،
مسئول یک دانش میبینیم. شما در مورد انقلاب ها برید نگاه بکنید چه اندازه در مورد انقلاب ها نظریه پردازان و تئوریسین ها نظر دادن. خب برای چی نظر دادن؟ برای اینکه وضعیت انقلابی که جوامع با اون دست به گریبانن رو به مخاطبان نشان بدن، بگن اگر شما این وضع رو انجام بدید منجر به انقلاب خواهد شد، وضعیت انقلابی میشه. چون این نظریه ها، این تئوری ها از روی هوا و هوس نیستن، مبتنی بر اسنادن، مبتنی بر مدارکن. اینها در کتاب ها نوشته میشه، مطمئن ماها بهش بی‌اعتناییم. مثل که پزشکی به ما یک نسخه درمانی میده، ما میگیم بابا این واسه خودش گفته، من هر جوری دلم بخواد دارو رو هر جوری دلم بخواد مصرف، غذا ما هر جوری دلم بخواد میده. خب دیگه اثر اون نسخه از بین میره و بعد وقتی بیماری شما شدت پیدا کرد، اون وقت متوجه میشید که کجای کار اشتباه است. ما وقتی در مورد انقلاب ها صحبت میکنیم، اینها حاصل مطالعات جامعه شناسان، اندیشمندان علوم سیاسی است، اندیشمندان در حوزه توسعه است. اما یه عده‌ای نه دانشی دارن نه عزمی برای خوندن 4 تا کتاب دارن، میان میشینن آقا اونو یه عده‌ای اومدن ما رو بدبخت کردن. بعد نگاه میکنیم میگه عزیزمون این جامعه وضعیتی داشتی که رو به سمت انقلاب، اگر تو توجه نکردی به دلیل اینکه اون نسخه هایی رو که اندیشمندان مختلف نوشتن گوش نکردی، با انقلاب مواجه شدی. اگر بندازی به گردن دکتر یا به گردن اون دیگران، اینا چیز رو حل نمیکنه دوست. بدترین وضعیت ما ایرانی ها فرافکنی، یعنی دائما از یک جایی که ضربه میخوریم نمیخوایم باش روبرو بشیم. اندیشمندان حوزه توسعه، حالا افرادی مثل گابریل آلمون، سیدنی وربا و دیگران خیلی کار کردن توی این زمینه. یکی از ویژگی هایی که بعضی از جوامع مثل ماها از جوامع دیگر متمایز میشیم، مواجه شدن با مشکلات. یعنی در ژاپن اگر مشکلی وجود داره کسی نمیندازه گردن دیگری، میگه بریم ببینیم مشکل چیه حلش کنیم. اما ما ایرانی ها حلش نمی کنیم هیچ، میندازیم گردن دیگری. در همه زمین ها همین، اقتصاد یکی دیگه مقصر، ما که مقصر نیست، سیاست دیگران مقصر، تربیت بچه‌مون بده دیگری مقصر، من که بابای خوبی بودم، پول تو جیبیاشو دادم، لباسشو خریدم، هرچی خواسته بهش دادم، حتما پسر همسایه مقصر، یا نه مادرش مقصر لوسش کرد. ما با مشکل مواجه نمیشیم. یکی از دلایلی که جامعه ما توسعه پیدا نمیکنه اینه که ما اصلا در رو در رویی با مشکلات انسان صادقی نیستیم. صبح تا شب بشینید 10 تا کارشناس بیارید، میخواید انقلاب رو بررسی کنید، بندازید گردن دیگری، 57 ها و نمیدونم چپول ها و روشن فکر ها و اینا، این همون مشکل فرهنگی ماست. یادمون رفته بابا ما خودمونم یه جای اشکال داشتیم، یه جای ایراد داشتیم. یه عده به این فهم رسیدن، مثلا کتاب آقای دکتر داریوش همایون رو که بارها خواندم، خب این آدم دولتمرد دوران گذشته بود، به این فهم رسید که بابا ما ایراد داشتیم، کتاب نوشته دیروز و فردا. یعنی دیروز چه بر سر ما آمد، فردا چه کنیم که این مشکل بر سر ما نیاد. حالا یکی تازه به دوران رسیده نشسته اون 57 فلان کرد، اون یکی توطئه کرد، اون یکی فلان کرد. دوست هست دست بردارید از این کارا. همین فرهنگ نخبگانی بده که وقتی جامعه ما ببینه میگه خب بفهم سلیمانی که مسئولیت قبول نکرد، چرا من قبول کنم؟ سلیمانی نشسته بوده من که ایرادی ندارم، همه چیم خوبه، مشکل رو به جای دیگه پیدا کن، از من نبینید چیزی. چون ما نمیخوایم با مشکل مواجه بشیم. به بابایی میگن آقا 40 ساله چیکار کردی؟ هیچ کاری نکردی. میگه بری از دیگران بپرسی. خب این همون فرهنگ سیاسی ماست، این همون فرهنگ نخبگانی ماست. شما وزرای جمهوری اسلامی نگاه بکنید، یک کدومشون گردن نمیگیره خطاشون، همه مقصرن به غیر از خود اون آقا. داری اگه نگاه کنی اصل کار خود همون آقاست، این فرهنگ ما شده.
هر روز در حال جنگیم، هر روز در حال نزاعیم، هر روز وضعیت انقلابی داریم. بعد میپرسی خب این مشکل، میگه کار آمریکاست، تحریم کرده ما اینجوری. خب چرا تحریم کرده؟ اول برو نگاه بکن، بگو چرا تحریمم کردی. اگه نگاه بکنی میبینی آقا این که کشوری بود روز اول اومد انقلاب تو رو به رسمیت شناخت، چرا رفتی از سفارتش بالا؟ حالا 4 تا جوان بودن اشکال نداره، میومدی میگفتی آقا بیاید بیرون از اونجا، عذرخواهی میکردی به شکل رسمی تمام میشد. دیگه رهبر نمیآید بگوید که این انقلاب از اون انقلاب اول مهمتر و بزرگتره. اون موقعی که کف میزنیم برای خمینی ها یادمون باشه این تحریم ها آرام آرام یقه ما رو میگیره، گلوی ما رو سفت میکنه، ما رو تو منگنه قرار میده. وقتی روزی به شما میگن شفاف سازی بکنی برای شما اهمیتی نداره، این تحریم ها به سر شما میان. اول به خودمون نگاه بکنیم، اشکالات خودمون رو بپذیریم. اگر به خود انتقادی رسیدیم اون وقت شما میتونید مطمئن باشید که بابا این جامعه در حال پیشرفت. اگر گروه های سیاسی سال 57 تا امروز خودشون رو نقد نکنن، فرق نمیکنه چه حاکمان گذشته چه کسانی که از دایره قدرت بعدن محروم میشد. آقای مجاهد برو نگاه بکن ببین دلیل اینکه تو رو کنار گذاشتن، شکست خوردی، خطا کردی چی بوده، کجا رو راه غلط کرد. آقایی که اندیشه های چپ داری، تویی که دولت مرد سابق بودی، برو نگاه بکن باید اشتباه در کجاست، به جای که دیگران رو مقصر بدی. پدیده جنگ یا انقلاب هم همین وضعیت داره. حالا چرا این دوتا رو مثال میزنم؟ به خاطر اینا بیشترین خسارت رو برای جامعه دارن، گاهی اشترام ناپذیرن، اما گاهی به دست خودمون شکل میگیرن. یعنی من سلیمانی وقتی از در خونم دارم میرم بیرون، ممکنه یک اتومبیلی به من بزنه، بله ممکنه، اما وقتی بی‌دقتانه برم خب طبیعیه خطر بالاتر میره. وقتی لباس مناسب نپوشم سرما خواهم خورد. وقتی به درستی از کیف و جیب و همه چیزم مراقبت نکنم خب گمشون میکنم. بسیاری از وقایع ممکنن رخ بدن، بله، اما این ما هستیم که احتمالش رو کم میکنیم. اینا رو عرض میکنم که یک مقدار به جای فرافکنی نسبت به هر پدیده‌ای برگردیم به شکل علمی اون رو بررسی کنیم. اشکال ما کار کجاست، چطور میتونیم خطا رو کم کنیم، چطور میتونیم جلو اشتباهات رو بگیریم. وقتی مبدع و منشأ اشتباه منم، وقتی منبعش خودمم، گردن دیگران بندازم چیزی رفت نمیشه، چون دوباره خودم همون آدم سابقم، همون اشتباه رو تکرار میکنم. این بار رابطه‌ام با حسن به هم میخوره، حسن مقصره، اما چون من خودم رو درست نمیکنم رابطه من با علی به هم میخوره دفعه بعد. چرا؟ چون خودم عوض نکردم. اگه در رابطه با حسن، حسن مقصره، من به خودم نگاه میکنم ببینم من کجای کار اشتباه کردم که در رابطه با علیم کار انجام ندم، وگرنه دوباره تکرارش میکنم. ما از این که خودمون تو آینه خودمون رو نگاه کنیم میترسیم، از چهره خودمون میترسیم، چون خودمون خوب میشناسیم. این زشتی خودمونه که باعث میشه خودمون هیچ وقت نگاه نکنیم. خب بریم سر اصل داستان. وقایعی در منطقه داره رخ میده، یه عده مدافع جنگن، یه عده مخالف جنگن. اصلا پدیده جنگ چیه؟ عرض کردم پولمولوژی از پولموس به معنای جنگ و لوژیکال یا لوگوس به معنای دانش، معرفت، یعنی شناخت، معرفت یا دانش جنگ، علم جنگ. خب در این دانش ما میخوام به چی برسیم؟ میخوایم نگاه کنیم که چه عللی جنگ رو ایجاد میکنه، زمینه جنگ میشه، اشکال جنگ چطورن، به چه شکلهایی رخ میده. جنگ های داخلی بسیار وحشتناکتر از جنگ هایی هستن که شما با دولت دیگری انجام میده. جنگ های ایدئولوژیک، جنگ های بسیار وحشتناکی هستن.
از خیلی متفاوت جنگ با جنگ. یعنی در کجاها رخ میده، ابزارها و اهدافش چیا هستند. بسیاری معتقدند جنگ ها ابزار سیاست هستند. بله، هرچند یه عده هم معتقدند خود جنگ اصلا هدف، اما غالب بر سر اینه که جنگ ابزار. ابزار یعنی چیزی که من ازش استفاده میکنم، وقتی استفاده هم تموم شد میذارمش کنار، یا هر زمان نیاز بود دوباره برش میدارم استفاده میکنم. ما بهش میگیم ابزار. پس جنگ ابزار سیاست، ابزار حاکمانه، و مسئله بسیار مهم همینجاست. یعنی آیا جنگ ابزار ما مردمه یا ابزار حاکمانه؟ وقتی میگه آلت دست سلیمانی شده یعنی چی؟ این تعبیر عامیانه ای که ما به کار میبریم برای اینه که موقعیت خودمون رو بفهمیم. آیا رژیمی که داره از جنگ به عنوان ابزار استفاده میکنه به نفع ما مردمه؟ یا نه، یه آقای تو بیت نشسته دستور داده که بریم با آمریکا بجنگیم. اگه ما اینو فهم نکنیم آلت دست اون آقا شدیم. چرا؟ چون جنگ آلت اون آقاست، ابزار اون آقاست و توده ها ابزار جنگه. اون آقا که خودش نمیره به جنگه، ماها رو باید ببره به میدان جنگ. خب ما رو چطور میبره؟ به زور؟ نه. از چه مکانیزم های استفاده میکنه که من سلیمانی با اشتیاق میرم رو بم، میرم روی مین، میرم کربلا، کربلای چهار عملیات میکنم غم زمانی که عملیات لو رفته؟ چطور؟ برادر محسن گفته برید، ما هم رفتیم. چرا؟ چون برادر محسن نمیخواست بپذیره که عملیات لو رفته. نه، همین سادگی جان چند هزار انسان در میدان تلف میشه. سرمایه های مملکت، همین نکته بسیار مهمه. جنگ در راستای منافع ماست یا نه در راستای منافع حاکمانه؟ چرا این موضوع اهمیت داره؟ من در جلسات آینده عرض خواهم کرد. بحثای از کانت، آبد و سن پیر و دیگران رو خواهم گفت که به دنبال طرح صلح ابدی بودن. یکی از ویژگی‌هاشون این بود که جنگ رو باید از میل حاکمان برداشت، به مردم واگذار کرد. اگه جنگ بنابر میل حاکمان باشه، شما هر روز باید بجنگی، چون آقا تو بیتش نشسته راحت دیگه، شما رو میفرسته جلو. اول میگه حق بر علیه باطل، بعد میگه جام زهر رو سر کشیدم، داستان علی بن ابی طالب، حالا ما بعدا خواهیم خوان. اینا همه همین جوریه. حالا اون حاکم ممکنه یک کارگزار ایدئولوژی باشه یا یک انسان دیکتاتور باشه، یک انسان مستبد باشه، فرق نمیکنه. مسئله اینه که چه کسی جنگ رو تعیین میکنه، با کی بجنگیم، چقدر بجنگیم، اصلا چه موضوعیتی داره بجنگ. شما در نظام های دموکراتیک به این سادگی جنگ رخ نمیده که. آنقدر علل متعددی وجود داره که باید توجیه بکنی، نه اینکه اونها خطا نمیکنند، نه، احتمالش کمتره. یعنی شما نیاز نیست 50 سال تو ویتنام بمونی، ممکنه به شما بگن آقا بیا بیرون. باید از دل همونها دکتر نیکسون بیرون میاد که بهتره ما آمریکایی‌ها نریم بجنگیم، کشورهای همپیمان خودمون رو تقویت کنیم، اینا به جای ما بجنگن. برای همین دستشون رو باز بذارید برای فروش اسلحه. ما میگم این دکترین ها در ادامه همین تفکراته، یعنی افکار عمومی فشار میاره به من و من اجازه ندارم سربازای آمریکایی رو ببرم هر کجایی که دلم خواست بجنگن. نه، باید موجه کنم. همین دلیلی که وقتی یک سربازی در درون دموکراسی ها کشته میشه، افکار عمومی فرماندهان رو به شدت بازخواست میکنن که آقا 50 تا آدم کشته دادیم. 50 تا که خیلی زیاده، 5 تا. آقای جنرال فلانی، این 5 تا برای چی کشته شد؟ کجای طرحتون غلطه فلان؟ حالا تو جمهوری اسلامی، چون نظام ایدئولوژیکه دیگه، 4000 نفر تو کربلای 4 و 5 و اینا کشته بشن، هیچ کس نیست سوال کنه برادر حسینی با چی رفته؟ میگه جاشون تو بهشته، خیالت راحت، اون تازه بهتر از تو داره تفریح میکنی. بعد اون بابایی که بچهش هم رفته به عنوان قفاز دستش بستن کشته شده، بچه دیگه‌ش هم میفرسته، میگه تو هم برو بهش، داداش تنها نباش. بنابراین بسیار مسئله مهمی است که ما فهم کنیم
در درون یک علم جنگ که بسیاری در مورد مثلا صحبت میکنن، چه کسی فرمان و دستور داره که یک جامعه رو به سمت جنگ ببره؟ تا زمانی که ما اختیارمون دست جنگ طلبان باشه، حالا من موارد رو عرض خواهم کرد چه زمینه هایی هست، هر روز باید منتظر بمب باشه، هر روز جامعه باید ملتهب باشه، هر روز احساس بکنیم که یک آدمی در یک جایی یه حرکتی میکنه به کشور ما حمله میشه، چون ماها نیستیم که تعیین کنیم باید بجنگیم یا نجنگیم، اصلا موجه هست بجنگیم یا نجنگیم. خب برای اینکه علم جنگ رو فهم کنیم، من سعی میکنم علل و زمینه هاشو عرض کنم، بعد برگردم به سراغ اندیشمندانی که مدافع جنگ بودن، ببینیم اونا چه میگن، تا اندازه‌ای که وقت برنامه مون اجازه بده در دو سه برنامه. مخالفین جنگ چه چیزی میگن؟ چه طرحی رو مخالفین جنگ آوردن برای اینکه از شدت جنگ کاسته بشه؟ و مهمترین بخش در انتها جایی خواهد بود که به وضعیت ایران نگاه خواهیم کرد، که آیا جنگ میتونه وضعیت ما رو بهتر بکنه یا بدتر؟ آیا میشه به امیدی داشت مثلا به کشورهای دیگر که بیان وضع ما رو خوب کنن؟ یا نه، نیازمند زمینه های دیگری هستیم، کارهای دیگری باید صورت بگیره. امیدوارم این دو سه برنامه‌ای که من به پرانتزی باز کردم در میان بحث جنگ صفین بتونه کمک بکنه. روز پنجشنبه هم در مورد همین مسئله سخن کنم. خب اولین علت و زمینه که سبب ساز جنگ، ایدئولوژی. در واقع ایدئولوژی سعی میکنه یک جهانبینی و معنای جدیدی به شما بده. ما در بحث ایدئولوژی ها قبلا این رو عرض کردیم، نظام هایی که بر اساس یک ایدئولوژی شکل میگیرن شروع میکنن به غیریت سازی، یعنی من کیم تو کی هستی، و بعد این غیریت سازی رو تبدیل میکنن به خصومت. وقتی غیریت تبدیل میشه به خصومت و خصومت تبدیل بشه به حزم، شما با پدیده جنگ روبرو خواهید شد. پس بسیار مهمه که ایدئولوژی که در یک کشور قدرت میگیره چه اندازه سر ناسازگاری داره با مسئله جنگ. درون اون ایدئولوژی اسطوره ها هستن. آجور سوره تعبیر جالبی داره، اسطوره ها جهانبینی جوامعی رو که در درون اون باورها و ایدئولوژی ها امر شکل میدن. اسطوره علی بن ابی طالب در نظر شما چی ایجاد میکنه؟ ذوالفقار چی ایجاد میکنه در ذهنشون؟ تفکر فاتحان اسلامی که در میان اهل سنت محترمه، عمر ابن خطاب و خالد ابن ولید و اینا چی ایجاد میکنه در ذهن شما؟ این اسطوره ها. کشورهای دیگر که فیلم ها رو میسازن برای چی دارن میسازن؟ شما جمهوری اسلامی مختارنامه میسازن، درسته؟ با اون بودجه کلان. خب مختار کیه؟ اصلا برای چی اومده؟ آمده انتقام بگیره، آمده بکشه، آمده بجنگه، درسته؟ در دل اون حکومت مختار شما وحشت میبینی، یه کیسان ابو عمره میبینی، عبدالله ابن کامل یشکری میبینی، اینا رو میبینی آدم های جانی هست. حالا طرف مقابلشون هم همینه ها، نه اینکه اونا مثلا خیلی خوب بودن، نه مثلا مصعب ابن زبیر خوب بود، معلب ابن ابی صفره خوب بود، نه اینا اونا هم همین جوری، هیچ فرق نمی. در شام هم داستان همین بود، عبدالملک و دیگران. در درون اون فضا چرا این اسطوره میشن؟ چون نظام به اینا نیاز داره. فضای انتقام باید در ذهن جامعه شکل بگیره. شما داستان حسین ابن علی رو نمیتونی دیگه تبدیل بکنی به یک اسطوره جدید. چرا؟ چون حسین کشته شد. خب اون اسطوره منفعله. جمهوری اسلامی به مرور سعی میکنه این اسطوره های جدید باستولید بکنه که با فضای حاکم تطبیق بکنه. من دیگه نمیتونم کسی که رفته در میدان جنگ و کشته شده رو امروز علم کنم، نه اینکه بی اعتبارش کنم، نه، اون در جای خودش مطلوبه، اما الان باید یه اسطوره دیگری رو بزرگ کنم که با مقتضیات من همخوانی داره، و اون در درون جامعه شیعه مختار. چرا؟ چون اوس که قیام کرد انتقام میگیره، میکشه.
حالا کاری نداریم که چه اندازه داستان تاریخیش غلطه، به اینهاش کاری نداریم که همین مختار ابو عبید ثقفی که مدعی بود من میخوام حکومت رو به آل علی تقدیم کنم، زمانی که عبیدالله ابن علی آمد گفت خب شما حکومت رو میخواید تقدیم ما کنید دیگه، من پسر علی ام، بده حکومت رو به من. عبیدالله رو فرستاد زندان. چرا؟ چون اون حکومت رو میخواد، آل علی بهانه است. بسیاری از ارزش ها بهانه برای اینکه حاکمان قدرت رو بگیرن. آخوند آمده میگه من میخوام عدالت ایجاد، برابری ایجاد. اینا برای بهانه است، چون در اندیشه او اصلا عدالت و برابری وجود نداره. عدالت و برابریش برای یه عده خاص. اما جمهوری اسلامی مجبور میلیاردها تومان هزینه بکنه، یه سریال 20 قسمتی بسازه، هر محرم هم پخشش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن کودکان، ذهن مخاطبین رو به سمتی ببره که حسین که کشته شد مختاری هست. بنابراین ما فقط حسین نداریم که میره در میدان جنگ کشته میشه، بلکه کسانی داریم که انتقام میگیره. انتقام یعنی زنده بودن جنگ. پرچم‌های قرمزی که بر روی گلدسته ها و مناره ها و جاهای دیگه آویزون میکنن، پرچمی بوده در میان عرب ها که ما میخوایم انتقام بگیریم. فعلا این پرچم تا زمانی که انتقام نگیریم همون بالا هست. شما دیدین گنبد حسین رو که نشان میده یه پرچم قرمز اون بالا هست. این به خاطر اینکه در تفکر اینها هنوز خون حسین انتقامش گرفته نشده. حالا حسین رو دیگران کشتن کوفه 1400 سال قبل، اما تاوان شما باید بدید. اگه تو میخوای انتقام بگیری اون آدماش کشته شده، الان چه ربطی ما داریم؟ اما ایدئولوژی رو به شما نمیگه. ایدئولوژی دشمنانش دائم تولید میشن. برای همینه که در هر ایدئولوژی دشمنان خاصی وجود داره، یکی در درون، یکی در بیرون. در آلمان نازی در درونش سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها و یهودی ها مشکلن، در بیرون باید بریم به سراغ شوروی، بریم به سراغ کشورهای دیگر. حالا بده در دیگری هم داره که عرض خواهم کرد. پس این ایدئولوژی دائم دشمن ایجاد میکنه. ما خطبه علی ابن ابی طالب رو خوندیم، در اون خطبه معروفش که در میدان نبرد بودیم، پدرانمون و پسرانمون و عموها و پسرعموهای خودمون رو میکشتیم و در خون میآلودیم. اینو برای کی داره میگه؟ خاطراتش رو نمیگه ها، بر روی منبر کوفه داره به مردمی میگه که میخوان برن به جنگ شام. میگه شما کاهلی میکنید، سستی میکنید. یادتون باشه اگر امروز فکر میکنید که خب هم قبیله ای های مایی هستن در شام، ما پسرعموهامون رو میکشتیم. یعنی شما با کسی روبرو نیستید که داره خاطرات زمان صدر اسلامشون میگه، تعریف میکنه برای دوروبری های خودش. نه، او داره به مردم اینو تلقین میکنه که شما هم امروز باید در میدان جنگ باشید. دیدین موشکی که میندازن یه دی میان بیرون هیدر هیدر میکنن، این تصاویر هستید. پس وقتی های سورل به کار میبره که این اسطوره ها باز تولید میکنن، مسئله برسه اینه که وقتی کشوری اسطوره هاش، عقایدش، باورهاش جنگ رو موجه میکنه، اون سیستم تا زمانی که برچیده نشه شما باید هر روز منتظر جنگ باشید، فضای جنگی باشید. در قرآن آمده بجنگید تا فتنه ای نمان و بر روی زمین دین یک سره از آن خدا بشید. یعنی شما دائما در حال جنگی. خمینی هم همین حرف رو میزن. خمینی میگفت این فتنه ای که صحبتشه فقط عراق نیست، این فتنه یعنی کفر و شرک در کل زمین وجود داره. بحث صدور انقلاب ها و اینها که مطرح میکنن در راستای همون تفکرات، در راستای همون نگرش هست. پس در درون ایدئولوژی شما مجاب میشید که اصلا جنگ رو آغاز بکنید، برید بجنگید. در کنار این مسئله
علاوه بر اینکه اون ایدئولوژی وجود داره، خود حاکمان اون ایدئولوژی هم هستن. مثلا شما در میان شیعیان نگاه بکنید، چرا حسین یا علی از حسن خیلی بهترن؟ بخاطر اینکه اونا اهل جنگن. وگرنه حسنی که تو خونه میشینه زیاد جایگاهی نداره. چرا ابوالفضل مثلا خیلی بالاتره، ارزشش خیلی بیشتره، اما جعفر صادق و محمد باقر و اینا زیاد به چشم نمیان. نه اینکه مهم نباشن، به چشم نمیان. در درون اون ایدئولوژی حاکمانی هم به وجود میان که وقتی ببینن این ایدئولوژی جنگ رو موجه کرده، برای اینکه خودش رو بالاتر از دیگران بدونن به جنگ دست میزنن. یکی از مهمترین ویژگی های حاکمان خدمتگزار یا حاکمان ایدئولوژیک اینه که چه اندازه به بست ایدئولوژی کمک میکنن. شما در میان اهل سنت ما نگاه بکنید، چرا عمر محبوبه؟ اگه عمر دانش بالاتری داشت؟ نه، بنابر اجماع مورخان اسلامی عمر از نظر دانش چندان قوی نبود، به پیشگام بود در اسلام. نه خیر، سال پنجم ششم اسلام آورد. اما چیش او رو برجسته میکنه؟ فتوحاتش. یعنی اگر در زمان عمر ایران و مناطق دیگر فتح نمیشد، عمر هم یه آدم معمولی بود. پس خیلی مهمه که شما وقتی اینها رو نگاه میکنید ببینید اینا مشوقی میشن برای آیندگان، اینا الگوان. شما عملیات ها نام هاشون رو نگاه بکنید، برگرفته از نام های جنرال ها، مدال هایی که به اونها میدن، اینا برای چیست؟ اینا برای باستولیده. یعنی در درون یک ایدئولوژی مهاجم، حاکمی که فتوحات بیشتری داره محبوب تره. سلطان محمود غزنوی رو بگیری تا دیگران، اگه بشینه کنار رو نمیدونم اهل علم و دانش و صلح و عمران و آبادانی باشه، اون پادشاه به درد نخوریست، به درد ما نمیخور. تو برگردی به 200 سال قبل، دقیقا همینطوری بوده. اون پادشاهی رو ما دوست داریم که سرزمین ما رو گسترش بده، قدرت ما رو افزایش بده. شما در شوروی کمونیستی مهمترین ویژگی که استالین داشت و دیگران نداشتن این بود که تونست جلوی آلمان نازی بایست. بعد به خودش هم لقب داده بود جنرالیسمو، مدل فیلد مارشالی، ارتش بودی. رنگ جنگ هم ندیده بود، البته رنگ جنگ رو ندیده، خب فرمانده بود. تو یه همسری هم داشت، خلبان بود، آی جوزف استالین، که کشته شد. حالا اسمش رو فراموش کردم. یا یکی از پسراش در جنگ کشته شد، دوتا از پسرش. در درون اون سیستم هاست که شما میبینید جنرال ها بزرگ میشن. یکی از مثلا تبلیغاتی که آلمان نازی میکرد برجسته کردن بعضی از این جنرال ها بود، به شدت اونها رو تبلیغ میکرد، بزرگ میکرد. به چهره شاخصون آقای مارشال اروین رومل بود. حالا بخشش لیاقتش بود، اما بخش دیگر رو خود اون دستگاه تبلیغات نازی بزرگ میکرد. در جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید، قاسم سلیمانی و نمیدونم اون یکی و این یکی و اینو کی هن؟ اینا جنگ طلبان هن. مردمی که اینها رو نگاه میکنن فراموش میکنن که بابا ما امروز نیازمند صلحیم، نیازمند رفاهیم، یه اقتصاددان خوب بیارید. چرا اینقدر جنرال به ما نشان میدی؟ آقا ما جنرال چیکار میخواد بکنه برای ما؟ مملکتی که تو صلح و رفاه و آسایش باشه نیاز به جنرال داره؟ آن شما بهش کشور شمال اروپا، کشورهای دیگر که اهل صلحن، آرامش دارن، کجا جنرال ها میان اونجا صحبت بکنند و فلان بکنند؟ نگاه میکنن کدوم جوانی علمی دانش چیز تولید کرده، اونها رو بزرگ میکنه، میگن مثل اینا باش. اما در فلسطین یه کودکی که هست، ما قبلا در همین بازشناسی باوره نشان دادیم بعضی از این عکس ها رو، یه کودکی یه سربندی میذارند و یه اسلحه پلاستیکی هم میدن دستش و دوتا نارنجک این ورش اون ورش، میارن تو اون تجمعات که آقا بشو یحیی سنوار
بشو خالد مشعل. بعد میگن چرا ما بدبختیم. خب دلیلش اینه که الگوهاتون اینان. هر جامعه‌ای بر اساس الگوهاش شناخته میشه دوست. اگر مذهبی دیدید الگوش یک انسان رعوفه، یک انسانیست که اهل مسامحه و مدارا و ایناست، مثلا شما ببینید عقاید کنفوسیوسی که مخالفت داره با جنگ، شما میتونید اون رو به عنوان یک آینی بپذیرید که در درونش انسانها میل میکنن، رغبتی دارن به صلح، نه خداش جنگ طلبه نه اسطورهاش جنگ طلبه. اما حالا برو یه آینی مثل اسلام رو نگاه، از اون اللهش بگی که ویژگی های جنگ طلبانه و فریبکارانه و نیرنگ بازانه و همه چیز توش جمعه، تا اسطوره هایی که در اون مذاهب وجود دارن. بابا پیامبر اسلام نزدیک به 70 و اندی تا 80 و اندی غزوه و سریه داره، کتاب نوشتن مغازی، یعنی غزوات پیامبر اسلام. مهمترین کتابش هم آقای محمد بن عمر واقدی نوشت، مغازی رسول الله. بقیه دیگران هم آوردن دون. خب این چیو میخواد به ما نشان بده؟ یک جلد اختصاص دادی به غزوات، میخواد بگه ببین جنگ امر بدی نیست. در جهاده، حالا ما بعدها اتفاقا عواملی که سبب میشه یه ده مدافع جنگ باشن رو برمیشموریم که اونا چطور فکر میکنن. نقل قولهایی از آقای جوزف دومستر اینا میارم میخونیم برای شما که اونا اصلا چه بودی از جنگ رو مجاز میده. مثلا موسولینی که ابتدا اول مخالف جنگ بود بعدا موافق جنگ شدن، اینا چطور فکر میکنن؟ اینا یه کارویژه‌هایی تو جنگ میبینن که مردمی رو باید به یه سمتی ببریم، وگرنه مردم رو مثلا اهل صلح کنی مدارا کنی اون به درد ما نمیخوره. شما در یک فضای میلیتاریستی الگوهاتون هم باید جنرال ها باشن، هم با انسان مدال ها رو آویزون میکنن. دیدید جست های بسیار مرتب منظم، رژه ها، اصلا انسان مفهود میشه. این فضایی که بر ذهن توده ها حاکم میشه، من عرض کردم جنگ ابزار حاکمانه، توده ها ابزارهای جنگ هست. یکی کودکی میشینه اون رژه رو نگاه میکنه، اون لباس متحد و شکل، اون ویژگی ها محو میشه، اصلا میخواد بشه مثل همون جنراله. در درون کدوم فرایند شکل میگیره؟ در درون جایی که ایدئولوژی یا یک اسطوره یا یک نظمی آنچنان بر ذهن مخاطب اثر میده که او همیشه در حال جنگ باشه. اصلا جا برای اسطوره های دیگه وجود نداره، جا برای اندیشه های دیگه وجود نداره. فرماندهان جنگی هن که بزرگ میشن، شکست ناپذیر میشن. شما اسطوره های یونانی رو بخونید، بسیاری از این پهلوانا تبدیل شدن به نیمه خدایان یا خدایان. در جوامع اولیه اینطوری بود، عصر پهلوانی که ما در شاهنامه مون هم داریم، در یونان و در بعضی از مناطق این پهلوانانی که در جنگ ها بودن یا شکار خوب میکردن یا انسانهای بیشتری رو میکشتن، اینا تبدیل میشن به نیمه خدایان. و دیگران احساس میکردن که ما باید راه اونها رو بریم. خب این اسطوره ها ما رو رها نکردن، هستن با ما. وقتی آلمان میخواد به شوروی حمله کنه، نام عملیات چی میذاره؟ بارباروسا. بارباروسا کیست؟ یکی از الگوها و اسطوره های نظامی و جنگی شد. در جمهوری اسلامی هم هست، بعد خیبر، نمیدونم نامهایی که نامهای جنگ های صدر اسلام. پس اولین زمینه و علتی که سبب بروز جنگ میشه ایدئولوژی، باوره، عقیده. اصلا ایدئولوژی بود انسانی داره، دین و عقاید بود ماورایی داره. هر کدوم هم کارویژه‌های خاص خودشون داره، اسطوره‌های خودشون تولید میکنن. پس نباید خوشحال باشیم از اینکه یک رژیمی رو داریم که در درونش ذوالفقار، این نشان ذوالفقار و نشانهای اینجوری وجود داره. نه، اگر شما دیدی در رسانه هامون هر بار یه جنرالی رو آوردن بترسید، هر بار بسیاری از
کانونهای تصمیم گیری ما دست نیروهای نظامی افتاد بترسیم، چون یه آدم نظامی فضا رو نظامی میکنه، از جنگ استقبال میکنه، چون در اون جنگی که احترام داره، چون مجلس به پای اوست. چرا سپاه دوست داره همیشه فضا امنیتی و جنگی باشه؟ چون تو اون فضاست که سپاه میتونه برنامه های خودش رو پیاده کنه، افراد خودش رو برجسته کنه، خودش رو قهرمان نشان بده. در یک جامعه که صلح و صفا وجود داره، نیروهای نظامی به حاشیه میرن، حتی ممکنه کسی اصلا نامش رو نشناسه. مثلا فرمانده نیروی زمینی ما کیه؟ فرمانده نیروی هوایی ما کیه؟ اما در درون یک فضای نظامی است که این جنرال ها محبوب میشن، درجه میگیرن، عنوان میگیرن. دیدید دیگه همین آقای حاجی زاده چند صد تا موشک فرستاد اسرائیل، یه خامنه‌ای اومد یه نشانی هم به بود، اشاره فتح نمیدونم چی به بود، کیف هم میکرد، اون بغرم داشتن میخندید. اما براش مهم نیست که حالا بعدا چه جوابی به اونا داده میشه، مردم بدبخت کجا، اون به نشان خودش نگاه میکنه. به این مباحث ادامه خواهیم داد. نزدیک به 15-16 مورد علل و زمینهای جنگ رو برخواهیم شمرد و سعی میکنیم نشان بدیم که فضای جنگ چه فضایی است، مدافعان چه میگن، مخالفان چه میگن، و آینده ایران در پرتو مسائلی مثل جنگ به کجا خواهد رسید که فاجعه بار خواهد. سپاسگزارم جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم.